برای گفتگو همراه هستیم با بهنام طالب‌لو، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در بنیاد دفاع دموکراسی ها از آمریکا. آقای طالب‌لو، چه روندی طی میشه برای شناسایی چهره های مؤثر جمهوری اسلامی و تحریم اونها از سوی ایالات متحده؟ با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی تعداد بیشماری از مقام های منتخب و غیر منتخب وجود دارند که در اعمال خشونت و سرکوب مردم داخل و خارج از کشور دست دارند، عملا گروه بسیار بزرگی هستند که میتونن هدف تحریم ها و سایر اقدامات تنبیهی ایالات متحده قرار بگیرند. اما همین حالا هم گروه بزرگی از مقام های ایرانی هستند که از سوی نهادهای متفاوتی تحت تحریم قرار دارند. بنابراین استراتژی ایالات متحده اینه که بررسی کنه ببینه کدوماشون در یک مقطع زمانی خاص در سرکوب و خشونت فعالتر و موثرترند، مثل هدف گرفتن دبیر و چند عضو دیگه شورای نگهبان درست در آستانه انتخابات، یا مثلا در مورد مقام های ارشد سپاه بعد از اعتراضات اخیر آمریکا فیلم هایی رو که از ایران میرسید بررسی میکرد و در نتیجه فرمانده نیروهای امنیتی اون شهرها رو تحریم میکرد. در واقع آمریکا تلاش میکنه که اقدامات تنبیهیش بازتاب دهنده خواسته های ایرانی ها در هر مقطعی باشه. خب سوالی که این روزها مطرح شده اینه که تا چه اندازه برخی تحریم ها مانند تحریم برخی از اعضای شورای نگهبان شکلی نمادین دارن و تا چه اندازه میتونن که در عمل مؤثر باشند؟ این سوال خیلی خوبیه، چون در بسیاری از موارد این تحریم‌ها ترکیبی از اقدامات سمبولیک و عملیه. در واقع این یک کارزار سیستماتیک برای بی‌آبرو کردن این افراده، کسایی که در فساد جمهوری اسلامی دست دارن یا در نقض حقوق بشر یا تلاش برای صدور انقلاب و همینطور سرکوب معترضان در داخل کشور، همینطور هم برای منع کردن بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از درگیر شدن در هر تبادل پولی و مالی با این افراد یا نماینده و همکارانشون. این به معنی ایجاد یک حلقه آتشین بزرگ در اطراف این افراده. بنابراین در بخش مربوط به بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی این تحریم‌ها تأثیر عملی و لوجستیکی دارند. در موارد دیگه افرادی هستند که گرچه نمیتونن به آمریکا سفر کنن ولی همچنان میتونن به اروپا برن. خب در این موارد تأثیر تحریم‌ها تا حدی سمبولیکه، ولی البته بی آبروشون میکنه. سوالی که مطرح هستش اینه که چقدر تحریم‌ها و فشار حداکثری در این مدت توانسته به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کنه در قبال تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه؟ برای اینکه تحریم‌ها مؤثر واقع بشن به سه عامل نیاز داریم: تنبیه برای اقدامات بد قبلی، انسجام و جدیت برای توقف اقدامات بد جاری، و بازدارندگی برای ممانعت از عقب موندن کسایی که رفتارشون رو عوض کردن. بخش تنبیه رو داریم که به شکل قابل توجهی در بالا بردن هزینه‌های اون افراد مؤثر بوده و هست. بخش دوم برای وادار کردن ایران به تغییر رفتارشه که هنوز در این زمینه چندان موفق نبوده، ولی همچنان داره فشار میاره. و بالاخره بحث بازدارندگی. ایران از حمله مستقیم به منافع آمریکا باز داشته شده. این بخشش جواب داده. اما بحث بازدارندگی در سطحی پایین‌تر هم مطرحه که جلوی اقدامات غیر متقارن ایران از طریق فعالیت گروه‌های نیابتیش در منطقه رو هم بگیره. این بخش هنوز جواب نداده. به نظر من این بخش تنها در شرایطی جواب میده که فشارها تا امضای توافق جامع‌تر ادامه پیدا کنه. آینده روابط دو کشور رو چگونه پیش بینی میکنید؟ آمریکا تحریم ها رو گسترده تر میکنه و مقامات دو کشور هر از جنگاهی با همدیگه مجادله میکنند. به چه سمتی خواهد رفت؟ Well, I see 2020 being filled with the same things we saw in the year 2019. به نظر من تحولات سال 2020 هم کم و بیش مشابه سال قبل خواهد بود. تهدید و بیتابی فزاینده ایران در 5 زمینه: آزمایش‌های موشکی و انتقالشون، نقض تعهدات هسته‌ای، تهدیدهای سایبری، نگه داشتن منطقه خلیج فارس در صدر اخبار و افزایش تأمین نیرو، پول و تسلیحات برای گروه‌های تروریستی و نیابتی ایران در منطقه. ایالات متحده هم در پاسخ عمدتاً 4 ابزار در اختیار داره: جدیت و سختگیری در گفتگوهای دیپلماتیک، تحریم و تنبیه‌های اقتصادی، حملات سایبری و مستقر کردن نیروهای نظامی و ارسال سربازهای بیشتر به منطقه. اون 5 عامل در مقابل این 4 ابزار یه جور تعادل نامتوازن رو بین ایران و آمریکا رقم زده، چیزی که خطرناکه. کم و بیش چارچوب مشخصی داره، اما هر طرف میخواد دیگری رو به اولین اشتباه وادار کنه. آمریکا به ایران گفته که حاضر بدون پیش شرط به میز مذاکره برگرده و تا جایی که به ایران مربوط میشه اونا میخوان واشنگتن اول فشارش رو کم کنه.